یا سیاه سیاه میبینیم یا سفید سفید. والا میتونه مسئله 90 باشه، نه 0 باشه نه 100، میتونه 80 باشه، میتونه 70 باشه، میتونه 10 باشه. واسه تقریبا میتونم بهتون بگم 0 و 100 نداریم، یعنی نه چیزی اونقدر بده که 0 باشه، نه یه چیزی کشور ما انقدر خوبه معصوم که نیستش که طرف یا یک مقوله اسمت که نداره که 100 باشه. خیلی از نگاه قشریه، یعنی طرف نمیدونم رو چه حسابی مثلا میاد یک قضاوت میکنه رو مثلا در مورد همه ترکان، یه قضاوت میکنه در مورد همه فارس، یه قضاوت میکنه در مورد همه سنی ها، یه قضاوت میکنه در مورد همه شما. کجا داری اینو میگی؟ نمیدونم، شاید این متاثر از اون نگاه باستانیه که تو ما ایرانی ها بوده، همجوری پدر مادری همجوری پدر فرزندی انتقال پیدا کرده. یه نگاهی ما قدیما داشتیم 2500-3000 سال پیش، گفتیم یا اهورا یا اهریمن، یا سفید یا سیاه، یا آسمون یا زمین. نه، اینطوری نیست. این نگاه باینری صفر و یکی به قول بچه های مهندسی و ریاضی باید تصحیح بشه. آقا تو ما تو کشور میخوام راجع به کسی قضاوت بکنیم، آقا فلان آدم، تا حالا شما کمتر از ما ایرانی ها همچین چیزی شنیدید که بگیم آقا نظرتون در مورد مثلا رایفی بود چیه؟ مثلا بگی که رایفی فلان حرفش خوبه، فلان حرفش بده، فلان نکتهش خوبه، فلان نکتهش بده، اینو میپسندم، اونو نمیپسندم، از نظر من این حرفش درسته، از نظر من حرفش چیه؟ کلن یهویی طرفو یه قضاوت میکنیم، یه پک کامل خوبه بده. یعنی چه خوبه بده؟ بعد این تسری پیدا میکنه به اندیشه سیاسی ما، به تا اینجاش هم باز زیاده، اما وقتی به نگرش دینیمون ورود پیدا میکنه خیلی بد میشه، خیلی خطرناک. عزیزان شما نمیترسید؟ والا به خدا، به پیغمبر، به خدا، من از آخرت هم میترسم که انقدر راحت ما بیم راجع به یک مسئله یه سری افراد یه چیزی چیکار کنیم، قضاوت بکنیم. میدونید که وقتی راجع به یه چیز قضاوت میکنید، خدا شرایط رو جوری میکنه که شما هم تو همون شرایط گیر کنید، ببینید این کارو میکنید یا نمیکنید. نه بر شما پیش اومده، بر من زیاد پیش اومده. من دیدم راجع به مسئله تو دلم قضاوت میکنم و هنوز زبونم نیوردم. سری این اصلا 24 ساعت بعضن نمیرسه. همون شرایط خدا بر خودم فراهم میکنه که ببینه تو مردش هستی، حالا تو اونجا راجع به این حرف اینجوری اونجوری با این راجع به این فرق قضاوت میکردی، الان هم میتونی اینطوری حرف بزنی؟ انقدر محکم بگی. ببین چقدر سخته. احساس سوختن به تماشا نمیشه، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. یه جایی وایس یارو سوخت، انقدر راحت میسوخت، باباش در اومده سوخته، تا نسوزی که نمیتونی بفهمی یعنی چی. خب اصلا سعی بکنید یاد بگیرید، یاد بگیریم حرف مخالف رو بشنویم. همون اولم با پیشنگاره بهش نگاه نکنیم. پیشنگاره یعنی که من اومدم بگم تو که غلط میخوای حرف بزنی، حالا حرفتو بزن. نه، از کجا من؟ من برخی از این شبکه‌ها با این وهابی‌ها مناظره، خب رفتم برنامه زنده داشتم و برنامه‌ای که 5 تا قاره داشته پخش می‌شد، اونجا والله من پشت میکروفون گفتم، به قولی پشت دوربین گفتم، گفتم آقا تو یه وهابی بتونی منو قانعم بکنی که من مشرکم، دستت هم می‌بوسم. چرا؟ چون تو می‌خوای من از گناه و جهنم چیکار کنی؟ نجات بدی. تو هم همین نگاهو به من داشته باش. تو هم بگو اه توی شیعه اگر بتونی به من این مسئله رو اثبات کنی، دست و پاتو میبوسم. برای چی؟ به خاطر اینکه من خودم خبر ندارم، دارم دور از ولایت اهل بیت دارم از این دنیا میرم و اون دنیا کارم خرابه. شما تو سیره اهل بیت هم همینطور میبینید. یکی از یارای امام صادق داشت با یه فرد زندیق، زندیق میشه کافر الان به زبون خودمون، ملحد، ماتریالیست، مادیگرات، از دهریون بود، روح و ما بعد و طبیعه و در واقع متافیزیک رو قبول نداره، همین چی همین دنیاست، همین چیزی که میبینم. داشت بحث میکرد و آدم کج بحثی هم بود. این یار امام صادق آخرش روی برگشت چهار تا بارش کرد، تو فلان فلان شده هیچی نمیفهم این تو. بعد برگشت کن تو شاگرد جعفر ابن محمدی؟ شاید امام صادق رو بودی؟ گواره. با بعید میدونم. چطور؟ با من با خودش چند جلسه بحث کردم، هیچ وقت با من همچین رفتار نداشت. هیچ وقت با من اینطور هم. یعنی امام من شما میشسته با اینا صحبت میکرده، منطقشو میگفته. حالا میخواد طرف قبول بکنه، میخواد طرف قبول نکنه.